سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 30. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آن سوی مرگ، ماجرای 3، داستان این آقای دکتر که به عالم برزخ رفت و برزخ مادرش رو تونست وارد بشه، توصیفی داره میکنه از عالم برزخ. خوندیم مقداریش رو، چون وقتمون یکمی کمه، میخواییم تا شبهای قبل انشالله بحث رو تموم کنیم این کتاب رو. بنا دارم که یکمی بیشتر از روی کتاب بخونم، هرچند حرف خیلی داریم. این 30-40 صفحه آخر کتاب رو واقعا جا داشت که 2-3 ماهی با هم گفتگو بکنیم، چون خیلی نکات ریزی توش هست. حالا فعلا بخونیم، شاید باز بعد ماه مبارک یه وقتی رو بیشتر تو این زمینه صحبت بکنیم. میگه که دکتر، در باغ آسمانی چه نوع درختانی دیده میشه؟ دکتر جواب داد: همه نوع درختی، درخت‌های زینتی بدون میوه، درخت‌های میوه‌دار، درخت‌های پر از شکوفه‌های رنگارنگ. هر درختی که تو زمین وجود داره به اضافه درختانی که در زمین یافت نمیشه. پرسیدم: شما از میوه درختی خوردید؟ دقیق‌تر بگم، از میوه اسیری درختی اسیری. پاسخ میده: نخوردم. نمیدونم چرا نخوردم. به خودم قول دادم اگه یه بار دیگه برگشتم باغ رو غارت کنم. اینم بگم، مادرم هیچ موقع از من نخواست که طعم میوه ها رو امتحان کنم. جدن اصلا به شما تعارف نکرد؟ پاسخ منو با سکوت داد: چرا تعارف نکرد؟ ببینید، هر چی در باغ‌های بهشتی وجود داره متعلق به همه ارواحه. تو بهشت مالکیت‌های اعتباری برداشته میشه. اینجا میگی لباس من، لباس اون، اونجا همش نوره. نورم نور خداست. البته سطح بهره‌مندی افراد از نور خدا متفاوته، ولی چیزی مال کسی نیست. آقا بدون اجازه ما، مثلا پلیس بهش مثلا باید طرف رو گرفته، بدون اجازه اومده تو خونه، اجازه منو نداره تو بهش. از دیوار مثلا داشت میرفت بالا، گرفتار نصفش اومده، ولی باقا داشت میوه میچیند. هرچی هست مال همه است. تعارف مال کیه؟ تعارف مال وقتیه که من مالکم، شما مالک نیستی. میخوام یه جوری شما رو دعوت کنم به این که شما از این ملکیت من بهره ببرید، درسته؟ و تعارف هم چیز خوبی هم نیست، اینم بدونید. زمان امام زمان انشاءالله تعارف معروف همه چی برداشته میشه، همه تو مال هم شریکن، مؤمنین شریکن، مال هم است و اجازه هم نمیخواد برداشتنش. حتی معمولا از طرف ما خیلی شیرینه، ما وقتی میخوان دست کنیم تو جو بقیه خیلی مزه میده، بقیه میخوان دست کنن یا ما حق و ناس، یه حق و ناس نیست دست کنیم تو جو ما. اونجا تعارف معنا نداره. نکته دیگه هم بگم، مرحوم آیت‌الله پهلوانی تهرانی رو یکی از عزیزان خواب دیده بود. این خوابی که دیده بودن رو من فیلمش رو دیدم، دیدم که داماد مرحوم آیت‌الله پهلوانی تهرانی این خواب برای رهبر معظم انقلاب تعریف میکرد، ایشون هم با یه تعجبی گوش میداده. خواب دیده بودن که مرحوم آیت‌الله پهلوانی تهرانی فرمانده بودن که هدیه برای من که میفرستی هدیه رو عامش کنید، مخصوص من نفرستی. گفته بودن چون اینجا، جمله خیلی قشنگه، فرمانده بود بهشت برزخی جای تعارف نیست، همه چی مطابق با شأنیته. وقتی شما برای من میفرستی، چون فقط منو مالکش کردی، من جلو رفیقام که میام اینو تحویل بگیرم هدیه رو، اینا چون بهره ندارن خجالت میکشم. اون لطافت او رو ببینید تو عالم برزخ، اونجا چقدر لطیفه. اینجا جلو رفیقام خجالت میکشم، دوستان و اینا که دیده بودنم که چه دوستانی، مثلا گفتن یه آقای بوده تنوری بوده کنار ایشون، صورتش از تنور نونوایی پوستش ملتهب شده بود و این نون میپخت و به فقرا میداد. این همنشین های پهلوانی تهرانی بوده توی برزخ. بعد شو فهمیده بود که هدیه رو میفرستید عامش کنید، من خجالت نکشم، به همه برسه، چون کم که نمیشه. چرا فهمیدی به فلانی؟ چرا فقط به روح پدرم، به روح مادرم، به روح همه مؤمنین؟
از پدر شما هیچی کم نمیشه، بلکه پدرت اضافه هم میشه، چون همه مؤمنین سهم میبرن، پدرت هم خوشحال، بیشتر خوشحال میشه، کم نمیشه از عمل. فکر مثلا یه دونه خرما اگه بدیم اونجا 800 نفر دعوا میکنن سر ثوابش. نه آقا، 800 تا خرماش میکنن اونجا، تکثیرش میکنن. خلاصه اونجا تعارف نیست، داره واقعیت، داره مجاز نیست، داره مجاز اینجاست، فیلم بازیگران مال اینجاست، ادا در آوردن مال اینجاست، اونجا همه چه حقیقیه، اونجا داره شأنیته، هر کسی متناسب با شأنی که داره بهره داره. بعد میگه که متعلق به همه ارواحه، حتی مهموناشون، بنابراین عادت تعارف کردن به هم دیگه کاملا منسوخ شده. یه بار همراه اینجاشو گوش بدین قشنگ، عادت به تعارف نداریم. یه بار هنگام گردش مادرم خواست میوهی برای خودش بچینه، برای همین دستش رو میپره تو حرفش، میگه چه میوهی بود؟ میگه هلو. او دستش رو به سمت هلو که بر شاخه آویزون بود پیش برد، هلو رو گرفت به سمت خودش کشید، لحظه بعد هلو در دست مادرم بود و همزمان بر شاخه درخت. حالا حاجی رنگا راحتی تشبیه میگرم به دستمال کاغذی که همین که میکشی بعدی در میاد. حالا این هم یه تشبیه خوب هم هست، ولی این یکی دیگه در میاد تو بهش، یکی دیگه در نمیاد. درستان بگم دیگه فیوزا بزنه بالا مست بشیم، روزا هم باطل بشیم. تو بهش هیچی کم نمیشه. آقا میوه میخوریم چی میشه؟ خیلی دوست دارم جاهاشو توضیح بدم، این از اون تیکه های خوشگله بحثای برزخ و ایناست. هیچی کم نمیشه، جلوه است، همه صورتها در عالم برزخ جلوه است. شما الان خورشید رو 5 تا آینه رو بروش بگیرید، با 5 میلیون آینه رو بروش بگیریم فرق میکنه؟ خورشید زیاد میشه؟ آینه ها رو کم کنید خورشید کم میشه؟ میوه های بهشتی جلوات یک حقیقت، نور دیگه، جلوه است. ور میداری الان یه آینه رو برداشتی، یه صورت در یک آینه رو داری نگاه میکنی، یعنی خورشید تو بقیه صورت ها نیست، تو آینه ها نیست، تو به یکیش متوجه شدی. این نکته مهمیه خیلی رفقا. حالا من باید چند جلسه رو بذارم شبهاتی که دوستان داشتن رو جواب بدم، همینجور میاد یه سری شبهات، سوالات خیلی خوبی هم هست، یکی رو چون زیاد پرسیدن بگم. دوستان پرسیدن تو ماجرای دوم اون شهرداره که کنار میزش بود، یعنی تو عالم برزخ نیست؟ چرا؟ این هم تو جهنم برزخیه، هم تو قبرشه، هم کنار میزشه، هم کنار بانکشه، هم کنار میز بیلیاردشه، کنار همه اینا هست. خب چه شکلی میشه؟ مثلا همه خورشیده، جلوه های آدمه، همه تعلقات او باهاشه. این بابا کنار میزش رو دیده بود، مثلا اینکه شما الان خورشید رو از توی نمازخونه دانشکده مهندسی دارید میبینید، یعنی زاویه دید خورشید از اینجا فقط بی نهایت زاویه دید داره خورشید، درست آقا؟ شما یه زاویهش دارید میبینید، انسان بی نهایت جلوه داره در عالم برزخ. خیلی حرفا عجیبه، ببین خدا چی خلق کرده، اینو داشته باش. مثل خودم خلق میکنم، یعنی من بی نهایت جلوه دارم، تو هم بی نهایت جلوه داری، فقط بی نهایت جلوه من فعاله، تو باید بی نهایت جلوت رو فعال کنی. با چی فعال میشه؟ با چی فعال میشه؟ شریعت اصلا برای چیه؟ شریعت برای فعال کردن این قواه، درست شد؟ بلا میخواد. ببینید الان یه نفر میخواد قهرمان المپیک بشه، یه کماله دیگه، درسته؟ اینو میخوام بگم چون بحثا این مباحث کلامی و اعتقاده کنارش نباشه خیلی آدم رو تو توهمات و تخیلات میندازه. ببینید عزیزان یه دقتی بکنید، نکته مهم بود. الان یه نفر میخواد مثلا یه قهرمان تاپ ما رو بگید، اسمشو بیارین از قهرمانای ورزشی. کی؟ رضازاده. حمید سوریان، آقای رضازاده. اینا آقای رضازاده که مثلا وقتی به دنیا اومد که مثلا پرستار بلند نکرد بگم مثلا یه تست بزنیم این دستون کار میکنه، از شکم مادر که وزن برداری نمیکرد، بعد شوخی میگم مادرش بلند میگه میز از زمین. اینجوری که نبود که، ایشون گفته بود که من تمرین میکنم روزی 2 تن، اینو که یادمه و شنیدم، روزی 2 تن
مجموع وزنه هایی که میزنم که حالا صبونهشو گفته بود دیگه، نمیدونم 17 تا تخم مرغ فکر کنم گفته بود فقط صبونمه. یه چیز عجیب غریبی. خب ببینید کار کرده، یه کمالی محدودیت هایی رو پذیرفته، فشاری رو پذیرفته، یه کمالی حاصل شده. درسته؟ محدودیت ها، فشار. الان ماه مبارک رمضانه، شما یه سری محدودیت ها رو دارید میپذیرید. اصلا آخرت هم اگه نبود همین الان اثرش آدم احساس میکنه، اصلا معادی نیست، بهشتی نیست، جهنمی هم نیست، صرف روزه آرامش میاره، تمرکز آدم رو بیشتر میکنه. شما الان، من تجربه، چون نهار کم میخورم، این از تجربیات منه، به وضوح آدم میبینه. مثلا من ساعت نهار شامم که مثلا خیلی از روزا یکیه، با افطارم فرق نمیکنه، بلکه چه بسا نهار شامی که یکی با هم میخورم بعضی وقتا از افطار دیرتره، ولی به شدت در طول روز خسته، کوفته، بیحال. به روزایی که روزم اصلا قابل قیاس نیست، یه انرژی دیگه توشه، نمیدونم چرا، یعنی فقط جنبه ملکوتیشه یا جنبه مادی هم داره، نمیدونم، قطعا جنبه مادی هم داره. یه انرژی دیگه آدم داره، یه توان دیگه داره، یه شادابی دیگه داره. یه سری محدودیت ها رو میپذیر، یه سری کمالات ظاهر میشه. بهش جاییه که دارون بالبلاء محفوفه، بلا به معنی فشار بود. بهش جاییه که محصول تحمل یه سری فشار هاست، یه سری کمالات ظاهر میشه. الان تو ماه مبارک رمضان چرا گفتن روزه خوری علی نشه؟ اینم چون زیاد میپرسن، میگن جواب بده، میخوام بذاریم استوری. الان جواب بدم، بذارید استوری. چرا آقا اجازه نداریم؟ حالا منم گاهی میبینم احتمال میدیم که مثلا مریض باشن بندگان خدا که اینجا وای میسن تو مسیر میخورن، دیگه سعی میکنیم نگاه نکنیم از اینا که مثلا میگه بنده خدا مریضه، دوست نداره همه بخواه باشن مریضه. حالا او الان حواسش نیست، فرسته داره علنی آب میخوره، من که به حوال علیم باشه که به یه مریض آدم نگاه نمیکنه دیگه. زشت آدم بایستی به یه مریض نگاه کنه، این جوزل بزنه، شاید دوستش میشه بدون همه بتونن که اون مریض. بله، چرا روزه خوری علنی؟ مثل اونه که توی باشگاه ورزشی یه نفر معاف شده از یه سری ورزش ها، پاش حالا شکسته یا هرچی، بعد دکتر به این گفته که آقا شما روزی مثلا 5 تا آب میوه بخور، روزی 10 ساعت هم استراحت کن، اینو با تخت و تلویزیون و وسایل و اینا بیارم وسط اون باشگاه ورزشی بشونم، اینا همجور بدو، هم من وظیفه هم دارم، هم میکنم شما راحت بشی. اثر روانیش چیه رو بقیه؟ هیچ عاقل نمیاد اینو برداره جلو چشم اینا نشون بده، درسته؟ آقا معاف شده، خب تو خونت فضای ذهنی اینا رو نشکن دیگه، یعنی خودش دغدغه اون فعال کردن قوه رو داره، بعد توی که معاف شدی نگاه میکنه انگیزه شو از دست میده. بحث روزه خوری علنی اینه. نمیدونم چرا بعضی در برابر فهمیدن انقدر مقاومت میکنن، خیلی سخته واقعا این مسائل فهمیدنش. واضحه دیگه تو زندگی خودمون الا ماشاءالله مثال داره. بله حالا چون روزه است و با عمامه و ریش و پشم و اینا سر و کار داره، از اونجاها گرفته شده، یکم فضاش فهم میکنه. من میگم آقا شمایی که امتحان معاف شدی، نشستی کارتون میبینی، جلو بقیه بچه‌ها کارتون نبین، همین میفهمم، کاملا عقلیه. نه من تظاهره به کارتون دیدن که نمی کنم، تظاهره به روزه خاری، تظاهر کنم من که با یکی دیدم توییت کرد به شما، تظاهره به روزه خاری نمی کنم، ما نهارمون رو میخوریم. اونا به من دارم برنامه نگاه میکنم، تظاهره به کارتون دیدن نه. آدم یک سبب بفهمه دیگه، یه خیلی سخت نیست. دوران قبل از ظهور دورانیه که قرار فشار ببینیم، همین روزایی که الان داریم توش هستیم انشالله، اگر دوران قبل از ظهور باشه. ما در 60 که شانس نداریم، فشار هم تحمل میکنیم، میمیریم، بعد میگن آقا 3 قرن دیگه بوده ظهور، فقط شما چون نسل سوخته بودین خدا خواستش که همین این دوره رو طی کنیم. این فشارهای قبل از ظهور فشارهای چیه؟ اصلا فشار ظهوره. ظهور یعنی چی؟ قراره یه کمالی ظاهر بشه. در اثر فشار دو تا اتفاق میفته، یا یه کمالی ظاهر میشه یا یه کمالی زائل میشه، و دو سر طیفن دیگه، مردم دو سر این بردارن. این اتفاقی که قبل از ظهور میفته اینه، یه سری کمالاتی دارن ظاهر میشه، یه سری هم یه مقدار کمالی هم که دارن زائل میشه، همون قدرش هم میره، ولی دو طرف سفت میشن تو مسیری که هستن، و این
تشخص دو مسیر حق و باطل قبل از ظهور از ارکان ظهوره. دو طرف سفتن تو مسیرشون، روز به روز این اتفاق داره میفته. بدون فشار کمالی ظاهر نمیشه. شما بدون فشار صخره نورد نمیشی، بدون فشار نویسنده نمیشی، بدون فشار خطاط نمیشی. میشه کسی صبح تا شب بخوابه و هر چی خواست بخوره و هر جا خواست بره، بعد بهترین وزن بردارم بشه. مثلا معنا داره واقعا؟ شما کمال دنیوی که خیلی ها همینجوری خالی خالی دارن، بعضی همینجوری صداشون خوبه، بعضی همینجوری خطشون خوبه، همینایی که خدا همینجوری مفتی به خیلی ها داده هم بدون زحمت حاصل نمیشه. بعد اینی که خدا ابدا به کسی مفتی نمیده، اون بدون کم، بدون فشار، بدون اذیت حاصل بشه. بهش همش بروز این زحمتایی که کشیده، فشاریه که تحمل کرده. چون جلوتر خیلی از این داستانا داریم، میخوام بگم خدا بهش رو نیومده بگه عزیزم تو دست و پا چلفته بودی تو دنیا، بدبخت بودی، شما مسلمان ها خاک تو سر بودین، تو سری خور بودین، اینجا رو میخوام براتون جبران کنم، دیگه حالا شما یکم کیف حال برده باش. نه عزیزم، این بروز زحمتیه که برده، عطا نمیکنه خدا، این اثر کار خودشه. همه میوه‌های بهش اثر کار خودشه، اثر کار خودشم کارشون باهاش هست، هر جلوه‌ای که خودش بخواد به کارش میده. اینو دقت بکنید، این نکته فلسفی بسیار مهمیه. برای همین میوه رو که برمی‌داره میوه بعدی جاشه، چون عملش که از بین نرفت، عمل دنیوی از بین میره. شما الان زحمت میکشی، عرق میریزی، پول در میاری، نون میخری، زحمت، دقت خیلی اینا مهمه، زحمتی که کشیدی، عرقی که ریختی تبدیل شد به این میوه، ولی هم عرقی که ریختی تمام شد هم میوه تمام میشود. درسته؟ برای میوه بعدی باید چیکار کنیم؟ باید زحمت جدیدی بکشی. بهش این شکلی نیست. یعنی اصلا از عالم ماده که رد بشیم دیگه این شکلی نیست. همه چیز حاضر است، نابودی نداریم، از بین رفتن نداریم، تبدیل و تبدل نداریم، عمل از بین نمیره، عرقی که ریختی تا ابد با توه، هر صورتی که دلت میخواد بهش بده. دوست داری میوه باشه، دوست داری مرغ باشه، دوست داری ماهی باشه، دوست داری استخر باشه، هر چی تو بخوای میشه. اینا بحث مهمی ها. خیلی وقتا ما متاسفانه سخنگوهای مذهبی ما هم تو این مسائل جوری حرف میزن که آدم احساس میکنه که نه، او خیلی دست پر نیست نسبت به بهشت. و مثلا اینجوری صحبت میکنه نگاه، مثلا یکی یه بچه حالا یه کار کرده دلش نشکنه یه چیزی بهش میدن، نگاه خدا هم همینجوری برخورد میکنه، در ازای چیزی به ما چیزی نمیدن. خود کارمونه، جلوه ملکوتیش اینه. حالا در مورد این باید بیشتر صحبت بکنیم. بعد میگه میوه رو که گاز زد همزمان رو شاخه، میوه رو برداشت رو شاخه درخت بود. بعد اینا حالا این نویسنده هی دو سه بار سوال میگه یعنی چی هم میوه رو برداشت هم رو شاخه درخت بود؟ با این توضیحی که من دادم تقریبا روشن میشه. بعد میگه آخر من نفهمیدم، شما بگو هلو از شاخه جدا شده بود یا نشده بود؟ میگه هم شده بود هم نشده بود. شده بود چون تو دست مادرم بود، نشده بود چون روی شاخه ها باقی مونده بود. تلاش دردناک بود برای فهموندن حرفش، درک میکردم اما حرفشو نه. سعی کرد منو از گیجی نجات بده. واقعا اینه که ما عاشق کسانی مثل جناب ملا صدر هستیم و با افتخارم میگیم خاطر همیناست. ساده کردن فهمیدن این معارف رو با چهار تا قاعده عقلی، عالم مثال، ماده، مجرد از ماده، چهار تا کلمه آورده همه عالم رو ریخته رو دایره. بعد میگه که دقت بفرمایید، توی بهش هر میوه میتونه در آن واحد در چندین جا باشه، بر درخت، در دست یکی از ارواح، یا در دهنش. همون میوه هست تو دهنش، چون تبدل پیدا نمیکنه. اصلا میگه بهشیا معده نداره، چون معده جایی برای هضم. هضم یعنی چی؟ یعنی تبدیل. ما هضم نداریم تو برزخ، چون تبدیل قرار نیست اتفاق بیفته. همین یه تیکر اگه بفرمون خیلی اتفاقات میفته. آقا تبدیل نداریم، هیچی از بین نمیره، هیچی جابجا نمیشه، صورت ها متنوع میشه، صورت رو خودت بهش میدی، دوست داری در چه صورتی ببینی. بله سنگین که نیست، سخته، یکم سخته، میخوان گزینه 50-50 استفاده کنی. به طور کلی در بهش چیزی از بین نمیره. روح میتونه از رودخونه مشتی آب بنوشه بیان که ذره از آب رودخونه کم بشه. مادرم برام تعریف کرد هر از گاهی، خیلی قشنگه، خدا وکیل،
پرنده چاق و خوش رنگی نزدم میاد، به من میگه در این باغ چشمه‌ای وجود نداره که از آبش ننوشیده باشه، میوه‌ای نیست که ازش نخورده باشه، در نتیجه گوشتش از همه آبها و میوه‌های بهشتی پدید آمده. سپس خواهش میکنه که قدری از گوشتش رو بخورم، بیا منو بخور. به محض اینکه میپذیرم بال بال میزنه، بریان میشه و جلوم قرار میگیره. در این حال او رو میبینم که زنده است و کمی آنسوتر مشغول جست و خیزه. نگاهی عمیق به صورتم انداخت، سرش رو تکون داد و گفت میدونم نامتعارفه ولی حقیقت داره، اجازه بدید شما رو از حقیقت دیگه آگاه کنم. دوستان میگن راستی آزمایی کتاب به چیاس، به همین حرفاش. یه آدم معمولی نمیتونه با عقل معمولی، کسی که نه فلسفه خونده نه معارف نه عرفان نظری نه عرفان عملی، هیچی تو این وادیا نبوده، این حرفا رو بزنه، یا بعد ادعای نبوت بکنه یا رفته دیده، که من دومی رو قبول میکنم. ساختار بدن بهشتیا طوریه که اصلا نیازی به آب و غذای اصیلی ندارن، اونا فقط برای لذت بردن میخورن و مینوشن. لذتش هم باز از جنس لذت مادی نیست، چون لذت مادی یه چیزی از بین رفته میخوای تجدید کنی. چقدر دوست دارم اینا رو توضیح بدم و چرا نمیشه اینا رو توضیح داد. شما هر لذت خوردنت همون لذت خوردن قبلی است، درسته؟ همون تکرار میشه. لذتش به اینه که یه بار لذتشو بردی از بین رفت دوباره بیاد، ولی لذت بهش این شکلی نیست. لذت رو لذت میاد، لذت قبلیت نمیره، یه لذت جدیدم میاد، مثل لذت از علمه. شما 100 تا مسئله که یاد میگیری از 100 تا مسئله لذت میبری، از 101 رو 100 تا قبلی لذت میبری، درسته؟ نه اینکه تو لذت خوردن قرمه سبزی همون قرمه سبزیه، یه قرمه سبزی تازه شاید برای شما هم اتفاق بیفته. سبزی تازه بگم گوشت بره قشنگ حبوبات خیس خورده بو میزنه، روغن کرمانشاهی، این همون قرمه سبزیه که از زمان آدم و حوا قرمه سبزی میخوردن، همین بوده، اینم همونه. فقط ماجرا اینه که قرمه سبزی قبلی که خوردی رفت تحویل اداره آب و فاضلاب و اینا، هی شما تجدید میکنی همون لذت قبلیه رو. لذت مادی اینه. چقدر واقعا تو چه عالم نکبتی هستیم ما، نه قبول داریم؟ چیه واقعا اینجا؟ بعضی هم دل میبندن، اینش خیلی بامزه است، به عاشق ایناست، عاشق قرمه سبزی، مثلا با قرمه سبزی سر میکنه، همه زندگیش قرمه سبزی. نمیفهمم واقعا، تو حالی من کلا نمیفهمم، نه این بری نه اون بری. لذت اون بر از بین نمیره، لذت رو لذت، هی توسعه پیدا میکنه آدم، خودش توسعه پیدا میکنه. غذا نمیخوره که سیر بشه، چون هضمی نداره که بخواد سیر بشه، هضمی نبود که قبلی از بین بره. لذته، لذتش هم لذت عقلیه. همه یه لذت های بهشتی لذت های عقلیه که صورت پیدا میکنه. نمیدونم میتونم اینا رو برسونم یا نه، خیلی سعی خودمون کردم، الان 60 جلسه است داریم این حرفا میزنیم، انشالله که سه چیزا رسیده جا. هم ببینید مثل شما میگی شیرینی، طعم شیرین، چند تا طعم شیرین داریم تو عالم؟ الان که عالم ماده است، عالم محدودیت، زردالو شیرینه، هلو شیرینه، سیب شیرینه، خرما شیرینه، ناپلونی شیرینه، شیرینی همه اینا یکیه؟ شیرینه. تازه عالم ماده است، لذت عقلی چی؟ اونجا آب خوردن هم لذت عقلیه؟ یعنی شما بگو شیرینه، شیرینه یه کیفیتی در نفس که عقلیه، حسی نیست، عقلیه، بی نهایت، بی نهایت. مثل اینکه شما خورشید رو از بی نهایت زاویه ببینید، مثلا مثال خیلی نارسی، بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت دیگه، شما بی نهایت چی ببینید؟ لذت چند بی نهایت. بعد میگه که چند لحظه لطفا دارید، میگید هرگز تشنه گرسنه نمیشن. چطور ممکنه یه روح در حالی که گرسنه نیست از غذا لذت ببره، یه وقتی تشنه نیست از نوشیدن محظوظ بشه؟ جوابش دقت کنید، موقعی که ارواح، اینجاش خیلی جالبه، اینم بازی توضیح داره، موقعی که ارواح به قصد لذت بردن به سمت آب میرن احساس تشنگی میکنن،
احساس تشنگی میکنن یعنی چه؟ این دستگاه گوارشی و کبدش الان گرم شده، آب میخواد. آره؟ یعنی چه احساس تشنگی میکنن؟ یعنی قابلیت دریافت یه لذت بالاتر رو خودش در خودش ایجاد میکنه. چی گفتم؟ سنگین بود. خودش الان ما قابلیت هم باز خودمون در خودمون ایجاد میکنیم. مثلا آدم باید بالغ بشه، خودش الان شما زور بزنی بالغ بشی، مثلا به بچه 5 سال بگو زور بزن بالغ شی، میشه؟ اراده کنی تشنه بشید، میشه؟ شما در اثر سوخت و ساز بدنتون آب بدن کم میشه، پیام به مغز منتقل میشه که آب میخوام. درسته؟ کسی اراده نمیکنه که آب بخواد که از آب خوردن لذت ببره. عالم برزخ این شکلی نیست. عالم برزخ اراده میکنی که قابلیت پیدا کنی از لذت بهره ببری. خودت اراده کردی، چیزی از بیرون نیست. زمانی که به قصد حظ بردن به سمت غذا میرن احساس گرسنگی میکنن. در چنین مواقعی حال کسی رو دارن که 1000 سال غذا یا آب نخورده باشه. جواب سوالتون رو گرفتی؟ بله. پرسیدم غذا و مایعاتی که میخورن از راه دهان وارد معده اونا میشه؟ پاسخ: بدن برزخی روده و معده نداره. یه موجود برزخی غذا رو در دهانش میذاره، میجوه و با حظ فرو میبره. حالا تو برخی روایات تشبیه کردن به غذای جنین در رحم مادر. غذا میخوره ولی دفع نداره، فقط بزرگ میشه، رشد میکنه. اونجا دیگه رشد جسمی نیست، رشد روحیه. مثل گفتم، مثل غذای علم. شما الان 10000 تا مطلب علمی بلد باشین، 10000 تا دیگه هم جا دارید یاد میگیرید. 10 تریلیارد میلیارد تا دیگه هم جا دارید یاد بگیرید. هر کدوم هم روی یکی قبلی بیاد لذت خودشو داره، وسعت جدیدی هم به شما میده، هی توسعه پیدا میکنه. بله؟ حالا برزخ رو این شکلی نگاه کرده بودیم کلا؟ برزخ، معاد، من یه رگه های باریکی رو دارم جلو ملاها میرم، یکم بهم تو وسطاش دیگه خیلی 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 پدرمون در میاد واقعا. جلو ترش بریم. غذا وارد شکمش نمیشه، یه جورایی محو میشه. سوال: خلاصه این که سیستم بدن خاکی و بدن برزخی فرق داره. پاسخ: دقیقاً همونطور که بدن برزخی ما با بدن اخرویمون تفاوت داره، مقصود از بدن اخروی هم بدنی که پس از برزخ یعنی در قیامت خواهیم داشت. بیشتر توضیح داد. شما میدونید که بدن زمینی ما از جسم و روح تشکیل شده. در ضمن میدونید که بدن برزخی ما فاقد جسم خاکیه، یعنی کلا یه بدن اسیریه. حکمن اینم میدونید که بدن اخروی ما هم دارای جسم هم روح. بعد میگه چیزی شبیه همین بدن زمینیمون، میگه خود همین بدن زمینی ماست، ولی خداوند تفاوت‌های در ساختار جسمانیش ایجاد میکنه. از همین رو میتونه متحمل عذاب‌های شدیدی بشه که از تحمل بدن دنیوی خارجه. حالا این تو لذتش بود، تو عذابش هم همین شکلیه. به یکی بگن که آقا مثلا عذاب‌های روحی از چه جنسی، آدم مثلا بعد 30 سال بفهمه که این داداشی که دوستش داشتی ناتنی بوده، مثلا این مادر مثلا نامادری بوده، عذاب روح دیگه. درسته؟ حالا عذاب‌های روحی اینجا بعد مدت یادمون میره، عذاب‌های روحی برزخ فراموشی نداره. اینجا طرف یه مقدار ادراک داره، آدم‌های ادراکشون متفاوته. به بچه 5 ساله بگن این نامادریته، به پسر 20 ساله بگن، به آدم 50 ساله بگن، خیلی فرق میکنه. بالاترین سطح ادراک رو همه پیدا میکنن در مدتی که تمام نمیشه. این هم میشه عذاب اخروی. بعد میگه که آخرین سوال در مورد غذا: آیا ارواح برای خودشون غذاهای شبیه غذاهای زمینی درست میکنن؟ پاسخ: هر غذایی که بخوان فراهم میشه در یک آن. سوال میکنه، میگه حتی نیمرو؟ میگه چون خیلی به نیمرو علاقه داشته بزرگوار اینا. بعد پایین تر میگه که حتی نیمرو. بعد مورد بحث هوای بهش میشه که دیگه اون یه بحث دیگه است. خدا ان شاء الله عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.